خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. به گزارش تلویزیون الجزیره، در جریان پرتاب بشکه‌های انفجاری علیه مناطق مسکونی شهر حلب در روز گذشته 75 نفر کشته شدند. نیروهای اسد در یک جنایت جدید 16 نفر من جمله کودکان را در حومه حما اعدام خیابانی کردند. در جریان یک درگیری در حومه شرقی حما بین ارتش آزادی و نیروهای اسد 15 نفر از عناصر رژیم سوریه کشته شدند. علاوه بر آن، ارتش آزادی سوریه یک موضع نظامی در منطقه شرقی حما را تصرف کرد که در جریان آن تعدادی از عناصر رژیم اسد به هلاکت رسیدند. دور دوم گفتگوهای ژنو دو بین هیئت‌های اپوزیسیون و رژیم سوریه تحت نظارت سازمان ملل از امروز آغاز شد. تمرکز این دور از گفتگوها بر روی موضوع تشکیل هیئت دولت انتقالی خواهد بود. تلویزیون الجزیره در این باره گفت اولین جلسه امروز به مدت یک ساعت و نیم بین هیئت اپوزیسیون با اخسر ابراهیمی برگزار شد. بعد از این جلسه لوئی صافی، سخنگوی رسمی ائتلاف ملی سوریه، طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما امروز گزارشاتی از خشونت اعمال شده توسط رژیم سوریه را به اخسر ابراهیمی ارائه دادیم. این گزارشات به طور خاص از شورای شهرهای داریا و هومس می باشد. لوئی صافی در ادامه گفت در جریان آتش‌بس ایجاد شده برای خروج غیر نظامیان از شهر هومس، شبه نظامیان شبیه طرفداران رژیم اسد اقدام به خمپاره باران هیئت ملل متحد کردند که در جریان آن تعدادی از مردم غیر نظامی کشته و مجروح و حتی مفقود شدند. ما خواستار توقف این خشونت ها هستیم. وی تاکید کرد بر اساس گزارشات از شهر داریا ضمن دو هفته گذشته بیش از 100 بشکه انفجاری بر سر مردم این شهر فرود آمده است. این یک جنایت علیه بشریت است. و آخرین خبر این ساعت، کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل جهت به بحث گذاشتن شرایط انسانی فاجعه بار در سوریه شدند. این کشورها در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند استمرار نقض حقوق بشر و افزایش خشونت توسط رژیم سوریه امری غیر قابل قبول است و خواستار استماع از والری آموس، مسئول رساندن کمک‌های انسانی، و خانم نابی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و آنتونیو گوترز، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان و همچنین مسئول بهداشت جهانی شدند.